ثبت نخستین واکسن کرونا در چین. گزارشنامه افغانستان: 20 کشور جهان خواهان 1 میلیارد واکسن کرونا ساخت روسیه. واکنش ایران بر گفته های اخیر پامپیو. ترک بیش از 100 نظامی آمریکایی از افغانستان. حمله طالبان بر مرغاب غور. و در پایان، پاکسازی ولسوالی شکردره کابل از حضور طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از خبرگزاری افق: ثبت نخستین واکسن کرونا در چین. مقامات چینی مجوز ثبت رسمی اولین واکسن کرونا این کشور را صادر کردند. این واکسن که به طور کامل در داخل این کشور ثبت شده، قرار است در بازار بین المللی نیز عرضه شود. به گزارش خبرگزاری افق، به نقل از CGTN، واکسن کرونا چین که AD5NCOV نام دارد، به طور مشترک توسط شرکت دارویی سینسینوی چین و گروهی از متخصصان بیماری های عفونی در ارتش چین تحت سرپرستی دکتر چنوی تولید شده است. بر اساس اسنادی که توسط اداره ملی مالکیت معنوی چین منتشر شده، واکسن یاد شده طی مدت کوتاهی به تولید انبوه خواهد رسید. کیفیت، امنیت و کارایی واکسن یاد شده بر اساس بررسی های اداره ملی مالکیت معنوی چین تایید شده است. به گفته تاولینا، متخصص برجسته چینی در زمینه تولید واکسن، اعطای گواهی ثبت اختراع به این واکسن فرایند بازاریابی آن را تسریع می کند. البته چین تنها کشور نیست که واکسن کرونا خود را آماده عرضه به بازار کرده. روسیه نیز از هفته قبل تزریق واکسن یاد شده را به داوطلبان آغاز کرده و 20 کشور جهان برای خرید آن اظهار تمایل کردند. هند نیز از تولید واکسن مشابه در آینده نزدیک خبر داده است. در حال حاضر 3 واکسن کرونا در هند در حال آزمایش هستند. به گزارش سایت خبری اسپوتنیک، روسیه تولید نخستین واکسن سری واکسن کرونا در این کشور را اعلام کرد. در بیانیه وزارت بهداشت روسیه در امین ارتباط آمده است: نخستین سری واکسن کرونا که توسط مرکز تحقیقاتی گامالی ساخته شده است تولید شد. این واکسن از سوی مرکز ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالی و صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه ساخته شده و اسپوتنیک وی نامگذاری شده است. کریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایه گذاری روسیه، اعلام کرد تاکنون بیش از 20 کشور خواستار دریافت 1 میلیارد دوز از واکسن کرونا شدند و روسیه درباره تولید این واکسن در 5 کشور به توافقات دست یافته است. ایران اتهامات پامپیو درباره ارسال سلاح به طالبان را رد کرد. وزارت امور خارجه ایران ضمن رد اتهام مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، علیه تهران مبنی بر ارسال سلاح به طالبان، واشنگتن را متهم به حمایت از داعش کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جنگ جاری در افغانستان را نتیجه جنگ افروزی و مداخلات آمریکا دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، خطیب‌زاده با رد اتهامات وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران در خصوص ارسال سلاح به طالبان اظهار داشته است. اتهامات وارده از سوی وزیر خارجه ایالات متحده نوع فرافگنی و تلاش برای انحراف افکار عمومی مردم افغانستان از کمک های واشنگتن به داعش است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه افزوده است که آمریکا هنوز پاسخی به خواسته های افکار عمومی در مورد هویت هلیکوپترهایی که برای کمک به داعش در حریم هوایی تحت پوشش ناتو در افغانستان پرواز کرده بود نداده است.
اخیراً مایک پامپیو گفته بود که ایران هنوز به طالبان سلاح ارسال میکند و افزوده بود که روسیه نیز در گذشته از طالبان حمایت تسلیحاتی میکرد. برخی مقام‌های حکومت افغانستان نیز ایران را متهم به حمایت از طالبان میکند. چند پیش برخی منابع امنیتی در ولایت هرات ادعا کرده بودند که یک فرمانده طالبان با موتر سپاه پاسداران ایران بازداشت شده است. این موضوع گمانه‌زنی در مورد حمایت ایران از طالبان را بیشتر کرد. مقام‌های ایرانی در عین حال تایید می‌کنند که این کشور با طالبان در ارتباط است، اما این ارتباط به معنای حمایت نیست. دوصد نظامی آمریکایی افغانستان را ترک کردند. حدود 200 نفر از اعضای گارد ملی ویسکانسن آمریکا پس از پایان ماموریت خود در افغانستان به آمریکا بازگشتند. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که مراسم بازگشت برای این نظامیان به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشده و تنها گروهی از مقامات ارشد نظامی به استقبال آنها آمده بودند. پیش از این نیز حدود نیمی از این نیروها در چند ماه گذشته به عنوان بخشی از طرح کاهش سطح نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. کشته شدن 3 نظامی در حمله طالبان بر ولسوالی مرغاب غور. جنگ جریان دارد. منابع امنیتی در ولایت غور میگویند در حمله طالبان بر فرماندهی پلیس ولایت مرغاب این ولایت 3 نیروی امنیتی کشته و این حمله تاکنون دفع نشده است. جمعه خان صدیقی فرمانده پلیس ولسوالی مرغاب گفته است که طالبان شب گذشته یک شنبه 26/7 بر فرماندهی پلیس این ولسوالی حمله کردند. با گفته او در این حمله تاکنون 2 نیروی امنیتی نیز زخمی شدند و درگیری جریان دارد. در همین حال منابع رسانه‌ای گزارش دادند که فرماندهی پلیس ولسوالی مرغاب در محاصره طالبان است و تاکنون هیچ نیروی کمکی اعزام نشده است. و در پایان وزارت دفاع میگوید ولسوالی شکردره کابل از حضور طالبان پاکسازی شد. همزمان با نگرانی از افزایش تحرکات طالبان در ولسوالی های کابل، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که نیروهای امنیتی با اجرای یک عملیات روستاهای ولسوالی شکردره را از وجود جنگجویان طالب پاکسازی کردند. اخیراً ادعای سقوط این ولسوالی به دست طالبان مطرح شده بود. وزارت دفاع امروز دوشنبه 28/7 در خبرنامه نوشته است در این عملیات 5 جنگجوی طالبان کشته و 2 نفر دیگر به شمول فرماندهان این گروه زخمی شدند. طبق خبرنامه 25 تن از جنگجویان طالبان نیز در این عملیات بازداشت شدند. این عملیات در حال انجام شده است که ناامنی در ولسوالی های کابل به ویژه ولسوالی شکردره نگرانی های را در پی داشته است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.